سلام بچه ها، امیدوارم حال دل همه تون خوب باشه. مرسی که دارید این ویدیو رو تماشا میکنید. اگر اولین بار دارید این ویدیو رو میبینید و به کانال من پیوستید، من فرشته هستم و چند سالی میشه که تو استرالیا زندگی میکنم. حدود 3 سال پیش مهاجرت کردم و 3 ساله که دارم زندگی میکنم. من قبلا 2 تا سری از اصطلاحات عامیانه یا اوزیز سلنگز رو براتون ساخته بودم و آپلود کرده بودم. تصمیم گرفتم که این بار سری سوم رو براتون بسازم. اگه هنوز کانال منو سابسکرایب نکردید، یادتون باشه حتما سابسکرایب بکنید و اون زنگوله رو بزنید، که اگه اون زنگوله رو بزنید هر باری که من ویدیو آپلود میکنم یوتیوب به شما اطلاع میده و میتونید تشریف بیارید و ویدیو رو هر لحظه دنبال بکنید و ببینید. خب بریم سراغ اصطلاحات عامیانه استرالیایی ها یا همون اوزیز سلنگز یا اصطلاحات اوزیز. اینجا به استرالیایی ها میگن اوزی، او زد خودمون، زد زورو. خب اولین کلمه که این دفعه میخوام بهتون بگم فردینکم هستش. فردینکم چطور اسپل میشه؟ FARRDIN KUM. فردینکم به چه معنیه؟ به معنی مثلا معنی انگلیسیش میشه authentic یا exactly. مثلا دوستتون ازتون میپرسه که برگراتو خوردی؟ بعد تو میگی فردینکم میت، یعنی exactly میت، یعنی من خوردم. آره، تایید میکنید اون قضیه رو. پس فردینکم برای تایید میاد، برای اینکه صحت یه چیزی رو بیان بکنید میگید فردینکم. یه چیز باحال دیگه که شنیدم کرکر هستش. کرکر به چی میگن؟ کرکر به مثلا جوکی میگن که خیلی خنده داره. حالا چرا میگن کرکر؟ ببین تو ایران هم اگه یادتون باشه مثلا ما میگفتیم که وای ترکیدم از خنده. این کرکر دقیقا معنی شکافتن، همون ترکیدن میده. خب یعنی اون جوکه انقدر خنده دار بوده که اون جوکه رو شما میگید ایتس کرکر، یعنی کرکتون کرده، بس خیلی خنده دار بوده. یعنی یکم کانسپت ها جلوتر که میاد، یعنی هرچی بیشتر زندگی میکنید، هرچی بیشتر با مردم در ارتباطید، میبینید که اصلا انگار همون کلماتی که ما داریم، همون کانسپت ها، همون مفهوم ها اینجا هم هستش. حالا این یکی از همون موارد ها، پس اینا هم دارم از خنده ترکیدن یا منفجر شدن، اکسپلود شدن و اینا هم دارن که به اون جوکه مثلا میگن کرکر. بعدیش چیه میخوام بگم؟ بعدیش مربوط به یک رستوران زنجیره‌ای و بزرگ و معروف تو دنیاست. اون چی میتونه باشه به جز مکدونالد؟ مکدونالد ما تو ایران نداریم، ولی خب ترکیه هست فکر میکنم. من خود ترکیه که رفتم برگر کینگ رو دیدم، ولی مکدونالد مردان مطمئنم که اونجا هست. مکدونالد خیلی هم خب معروفه، خیلی خیلی مکدونالد طرفدار داره تو استرالیا، مخصوصا بچه ها و تینیجر ها و این کوچولو مکلی ها، فسقلی های مثلا 4-5 ساله، حتی چون خیلی ارزونه و انقدر اسمارت عمل کرده که انقدر باهوش بودن این تیم بازاریابی مکدونالد که یه سری چیزهای برای کیدزی ها و بچه ها هست دارن و هر سری میدن به بچه ها بازی میکنن. حالا بعضیش اسباب بازیه، بعضیش چیزهای دیگه است. واسه همینه که بچه ها جذب میکنن. خب همون بچه ها واسه شون نوستالژی میشه و به مکدونالد رفتنشون ادامه میدن. بگذارید. حالا اینا به مکدونالد میگن مکاس. پس به جایی که بگن مکدونالد میگن MACCA یه اسم آخرش میذارم چون دونالدز یه اس داره دیگه. پس میگن مکاس. یه چیز دیگه که شورتش میکنن دوباره مثلا یک وان کپ آف تیو، یعنی یه فنجون چای رو میگن اکاپا. حالا یه فنجون کافی یا یه فنجون چای میگن اکاپا. I wanna have a cuppa. So اینجوری میگن، من میخوام که یه فنجون چای داشته باشم. بعدیش چیه؟ بعدیش کلمه دیوو هستش. DEVO. خب دیوو به معنی devastated هستش. به حالت پریشون حالی دارید، وقتی که نگران هستید، آشفته هستید میگن devastated و شورتش که میکنن میگن devo. یعنی مثلا خیلی شاید سر کارتون
استرس داشته باشید به جای اینکه بگید که آپست هستین میگید I'm devil اینجوری. بعد کلمه بعدی که میخوام بگم باتل او هستش BOTTLE و او باتل که هم معنی بوچی میده و او باتل او اینجا به چی میگن؟ اینجا به باتل شاپ میگن. حالا باتل شاپ چیه؟ باتل شاپ مغازه هایی که درینک نوشیدنی های الکلی شراب و نمیدونم ودکا و ویسکی و تکیلا حالا از اینجور چیزا هر چیزی که الکلی هست و میفروشن میگن باتل او. مثلا دن مورفی مثلا BWS که مال وولیز هست یا همون باتل شاپ مثلا کولز و اونا میگن باتل او. فرقی نداره برندش چی باشه، به هر مغازه که اون مدلی باشه میگن باتل او. بعد بعدیش که میخوام بگم خیلی پرونانسیشنش مثل همون اکاپا کاپ آف تی هستش، ولی خب این برای پولیس ها میگن. مثلا این COPPA هستش، به جای اینکه بگن کاپ خب به پلیس ها میگن کاپ دیگه، COP میگن دیگه، اینا میگن کاپا. خب اشارشون به هم پلیس اصلا چه میدونم دارید رانندگی میکنید دوستتون هم پشت سرتون داره اصلا درایوینگ میکنه، داره پشت سر شما درایو میکنه میاد، خب شما پلیس میبینی زنگ میزنی به دوستت میگی که میت I've seen a cop here be careful، من اینجا یک پلیس دیدم مواظب باش مثلا اینجوریه. بعدیش گاربا چی میگن؟ حالا گاربا به همون گاربیج یا همون آشغال خودمون میگن. I'm shooting garbage out. I'm shooting garbage out یعنی چی؟ یعنی من آشغال رو میندازم بیرون. بعدیش چی میتونه باشه؟ کلمه بعدی کبی هستش. کب به همون تاکسی میگن و کبی اشاره میکنه به کب درایور، راننده اون کب یا همون ماشین تاکسی. پس به جای اینکه مثلا بگید کب درایور اور تاکسی درایور اینا میگن کبی. CABBIE بعدیش چیه ببینم؟ آها بعدیش به امبولانس یا همون آمبولانس خودمون اینا میگن امبو AMBO. پس به جای اینکه بگن امبیولانس شورتش میکنن، کوتاهش میکنن دوباره و بهش میگن امبو. پس اون کلمه که کوتاه میشه یا او بهش میدن یا آی ای میدن یا ای بهش میدن، خلاصه یه جوری یه آوای بهش میدن دیگه وقتی که کوتاهش میکنن. یه کلمه بعدی که با زمان و موقع این روزا خیلی میخونه میخوام بهتون بگم کریسمس هستش. خب الان نزدیک کریسمس فکر میکنم الان امروز 5 دسامبر هستش و خیلی نمونده به کریسمس، یه 20 روز دیگه است. به کریسمس میگن کریسی CHRISSIE. پس بجای که بگن کریسمس میگن کریسی. بعدیش میوه پرطرفدار تو استرالیا است، تو ایران داره کم کم طرفدار پیدا میکنه فکر میکنم، و اون چیزی نیست جز آووکادو. آووکادو همون میوهیه که داخلش یه هسته بزرگ داره، کم شیپش مثل انبه میمونه ولی خب سبز تیره است پوستش، بعد خیلی هم نرمه. اونو میگن آوو، یعنی به جای اینکه بگن آووکادو میگن I'm gonna have an avo for lunch، یعنی من میخوام یه آووکادو واسه نهارم داشته باشم. و اینجوری هنه، یعنی آووکادو مثلا آووکادو توست یه چیز معروف اینجا، نون صبحانه ها توستش میکنن، بعد آووکادو مش میکنن میذارن روش، بعد دیگه خیلی حال بدن فنسیش کنن چیز میذارنش، پنیر میذارن با مثلا یه اسلایس کوچیک از گوجه میذارن. این دیگه الان خیلی لاکچری میشه، مثلا آووکادو توست لاکچری هستش اینجا و خیلی طرفدار دارن اینجا میخورن، خیلی خوردنشون با ما متفاوته دوستان. بعدیش که میخوام بگم خیلی باحاله، به کار ما ایرانی ها خیلی میاد. بعدیش بیل هستش BAIL. yes
B-A-I-L به معنی کنسل کردن مثلا برنامه هاست. مثلا میخوایی که بپیچونی، یعنی تو معنی پیچوندن خودمون میشه دیگه. یه اتفاق نیفتاده ها، یه برنامه دوستتون ریخته، خب بچه همون خواهید اون رو بپیچونید نری، مثلا اون فعلی که به کار میبرن، اصطلاحی که به کار میبرن بیل هستش. I bail you, bail this plan، یعنی کنسلش کردی اون برنامه رو. بچه ها مرسی که دوباره همراه من بودید و این ویدیو رو تماشا کردید. اگه هنوز کانال منو سابسکرایب نکردید، یادتون باشه که حتما سابسکرایب بکنید این پایین، و اون زنگوله هم اگه بزنید هر ویدیویی که من آپلود میکنم شما با خبر میشید و میتونید بیاید ببینید. بازم ممنون که تماشا کردید. تا ویدیو بعدی از سری قسمت های عزیز اسلنگز، بای.